با ما تو این ویدیو همراه باشید. ناگفته های جنجالی و باور نکردنی از زندگی شخصی ابی، خواننده معروف و قدیمی ایرانی رو میخوام بهتون بگم. از ماجرای ازدواج های متعددی که انجام داده تا دخالت زنش مهشید توی کارها و فعالیت های هنریش و همینطور ماجرای آهنگ خلیج فارس و حواشی مختلفی که توی کنسرت هاش داشته. با ما همراه باشید، میخوام یه بررسی کلی حواشی زندگی هنری ابی توی این 50-60 سالی که فعالیت هنری داشته رو یه مروری با هم داشته باشیم. تا پایان رو با ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب ابراهیم حامدی رو میتونیم یکی از قدیمی ترین خواننده های فعال قبل و بعد از انقلاب بدونیم که با اینکه سن و سال زیادی داره و بیش از 50 سال هستش که فعالیت هنری میکنه، ولی همچنان ترک‌ها و آلبوم‌های جدیدش رو منتشر میکنه و تور کنسرتاش هر سال پر مخاطب از سالهای قبله. ابی متولد 29 خرداد 1328 در شهر تهران هست و در حال حاضر 74 سال سن داره. تحصیلاتش رو تا مقطع دیپلم طی کرد و لقبش توی موسیقی ایران آقای صدا هستش. اون هیچ وقت برای موسیقی هیچ کلاسی و دوره‌ای رو ندید و به صورت خود آموخته موسیقی رو و خوانندگی رو یاد گرفت. جالبه بدونید که ابی برعکس خیلی از خواننده های هم دوره خودش توی خانواده ثروتمندی بزرگ نشد. اون پدرش خیاط بود و اصالتاً اهل عراق. مادرش هم خانه‌دار بود و اهل کلاک کرج. اون به غیر از خودش 4 برادر و 1 خواهر داره و دوران کودکی و نوجوانیش توی میدان فوزیه تهران گذشت. میدان فوزیه میدونیه که الان به اسم میدان امام حسین در مرکز شهر تغییر نام پیدا کرده. خودش میگه که کار خوانندگی رو از کودکی با قرائت قرآن شروع کرد. اون تنها تفریحش تو خونه آواز خوندن و قرآن خوندن بود. از کلاس سوم دبستان هم توی مدرسه صبح سر صف قرآن رو با قرائت زیبای اجرا میکرد و خیلی ها این کار اون رو دوست داشتن. ولی توی 11 سالگی بود که تصمیم جدی گرفت که هر جور شده باید خواننده بشه و باید این کار رو حرفه‌ای‌تر انجام بده. توی سال 1345 وقتی که فقط 17 سال سن داشت با تعدادی از بچه های محله و هم مدرسه ایش گروه موسیقی سانبوی رو تشکیل داد و اولین بار در کاخ جوانان با همین گروه روی صحنه هم رفت. بعدتر شهرت گروه سانبوی تا جایی پیش رفت که گروه بلکتس هم به اون پیشنهاد همکاری داد و از طریق شهرام شب‌پره وارد گروه بلکس یا گربه های سیاه شد. اون زمان فرهاد مهراد هم خواننده اصلی گروه بلکس بود و 2 سال همکاری مداومی رو با هم داشتن. اون بعد از 2 سال همکاری با بلکس و گروه های مختلف تصمیم گرفتش که کارش رو مستقل ادامه بده و بعد از جدا شدن از گروه بلکس در سال 1351 ترانه آتش رو برای یه فیلمی به همین نام ساختش. کم کم شهرت ابی زیاد شد و برای اجرا توی محافل مختلف از اون دعوت می شدش. و خب طبیعتاً کارش هم حرفه‌ای تر شد و با آهنگسازها و شاعرای حرفه‌ای تری کارش رو ادامه داد. سومین ترانه رسمی و مستقل اون ترانه‌ای بود به نام شب که با شعری از اردلان سرافراز برای اولین بار در شوی معروف میخک نقره‌ای که اجرای اون رو فریدون فرخزاد بر عهده داشت پخش شد و تو همین شو هم حسابی ابی مشهور شدش. اون موقع که این سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی نبود، خواننده‌ها فقط از طریق تلویزیون میتونستن شهرتشون رو زیاد بکنن و حضور توی یه شو معروف اونم با اجرای کسی مثل فریدون فرخزاد باعث میشدش که یه خواننده راه 100 ساله رو یه شبه بره. که این اتفاق برای ابی هم افتاد و بعد از پخش شدن کارش توی این شو تلویزیونی باعث شدش که کاباره‌ها و کافه‌های مختلف از اون دعوت به همکاری بکنن و توی جاهای مختلف اجرا داشته باشه.
توی همین سالها و توی اوج شهرتش در سال 1351 وقتی که 23 سال سن داشت تصمیم گرفت که ازدواج بکنه. ازدواج اول ابی با خانم فیروزه مقدادی بودش. اون از این ازدواج 3 فرزند دختر به نامهای عسل، سایه و خاتون داره. ولی خب ازدواج اول ابی ادامه دار نبود و در نهایت هم به طلاق ختم شدش. اما دومین ازدواج ابی با خانم مهشید برومن بودش، فردی که این سالهای اخیر خیلی حاشیه‌های زیادی داشته و برعکس خانم‌های خواننده‌های دیگه که شاید اصلا اسمشون رو هم شما نشنیده باشید، اسم مهشید برومن یا مهشید حامدی رو خیلی خوب شنیدید، چرا که همیشه در کنار ابی حضور داره، حتی توی مصاحبه‌های تلویزیونی که ابی میره یا توی برنامه‌های مختلفی که حضور پیدا می‌کنه، جشن‌ها، مهمونی‌ها و چیزهای مختلف همیشه در کنار ابی هست و توی سال‌های اخیر ابی رو هیچ وقت تنهایی ندیدیم. جالب بدونید که مهشید حامدی میگه من از بچگی طرفدار ابی بودم و همیشه فن آهنگا و کنسرت‌های ابی بودم. توی یکی از این کنسرت ها هم بودش که ابی با من آشنا شد و در نهایت هم رابطمون نزدیکتر شد و به ازدواج ختم شد. ابی از ازدواج دومش صاحب فرزندی نشده، ولی خب مهشید از ازدواج قبلیش یه پسر داره به اسم فرشید که در حال حاضر رابطه نزدیکی هم با ابی داره و مدیر برنامه های ابی به حساب میاد. تا جایی که حالا کسایی که خیلی اطلاعات زیادی از ابی ندارن فکر میکنن که فرشید پسر واقعی ابی است. البته شباهت کمی هم به ابی نداره، به خصوص دماغش که عین ابی ماشاءالله توپلیه. ولی خب همین ارتباط نزدیک فرشید و اینکه مدیر برنامه ها و منیجر اصلی ابی به حساب میاد و کل برنامه های کنسرت ها و آلبوم های ابی با هماهنگی فرشید هماهنگ میشه، باعث شده که این شایبه ایجاد بشه که فرشید و مادرش مهشید یه جورایی ابی رو دارن استعمار میکنن و هر چند سال یه بارم که ابی تصمیم میگیره از موسیقی خدافظی بکنه و با مخاطباش رو در رو میگه که این آخرین تور کنسرتامه، بازی بهونه جور میکنن و یه تور کنسرت جدید میذارن و یه آلبوم جدید رو وارد بازار میکنن که همچنان ابی براشون پولسازی بکنه. جالب بدونید که ابی تجربه بازیگری رو هم در کارنامه خودش داره. اون در سال 1352 در فیلم ناخدا ناخدا و در سال 1356 در فیلم بوی گندم تجربه بازیگری رو داشت که از نظر خیلی ها این تجربه زیاد موفق نبود و واسه همینم ابی کار بازیگری رو دیگه ادامه نداد. اون توی یه سریال به اسم خدافظ تهران هم ایفای نقش داشت که اون سریال هم زیاد مورد توجه قرار نگرفت. ابی توی چند تا مصاحبهش هم گفته که از بازی کردن در فیلم هایی که بازی کردم ابراز پشیمونی دارم و به نظرم این کار من دخالت در حوزه‌ای بودش که هیچ تخصصی توش نداشتم. اما بریم سراغ بحث مهاجرت ابی از ایران. ابی هم مثل خیلی از خواننده های زمان شاه در سال 1356 برای اجرای کنسرت راهی کشور آمریکا شده بود که بعد از اون اجراها دیگه نتونست به ایران برگرده و حتی فکرش رو هم شاید نمی کرد که یه تور کنسرت آخرین خروجش از ایران باشه و نتونه دیگه به ایران برگرده و الان هم 40 و چند ساله که نتونسته پاش رو به ایران بذاره. اون بعد از انقلاب مثل خیلی از خواننده های زمان شاه ساکن لس آنجلس آمریکا شد، ولی خب در سالهای اخیر تصمیم گرفتش که دوباره مهاجرت بکنه و در حال حاضر ساکن جزایر قناری اسپانیاه. ابی راجب علاقه خودش به سبک موسیقی میگه که من موسیقی یونانی رو خیلی دوست دارم. خواننده محبوبش هم پیتر گابلیل، فردی مرکوری، استینگ، بونو، جیم مورسون از گروه راک دوز هم هستش. ابی علاوه بر آلبوم ها و تک آهنگ های پرمخاطبی که داشته، اجراهای کنسرت هاش هم خیلی پرشوره و معمولا همه با ابی توی کنسرت ها همخوانی میکنن که خیلی جا ابی ترجیح میده سکوت بکنه و همخونی تماشاچی‌ها رو گوش بده.
اما راجب کنسرت گفتیم. یکی از پرحاشیه ترین اتفاقاتی که برای ابی توی سالهای اخیر افتاد امتناع اون از اجرای آهنگ خلیج فارس توی کنسرت هایی که توی دبی و شهرهای مختلف حاشیه خلیج فارس بوده. قطعا یکی از محبوب ترین ترک ها و آهنگ های ابی آهنگ خلیج فارس بوده که چند سالی هستش به خاطر محدودیت هایی که وجود داره ابی نتونسته که این آهنگ رو توی شهرهای مختلف به خصوص دبی اجرا بکنه. قبل‌تر شایعاتی هم در مورد اینکه حالا حاکم دبی به اون یه هواپیمای مجلل اهدا کرده واسه اینکه این آهنگ رو نخونه توی رسانه‌های مختلف حاشیه ساز شده بود براش. اما دو سال پیش هم بود که یه مصاحبه ابی انجام داد و اونجا هم باز ازش پرسیدن که چرا توی کنسرت اخیرت توی دبی آهنگ خلیج فارس رو نخوندی؟ که اونم گفتش که حکومت امارات به من اجازه خوندن این آهنگ رو نداد و من هم قبول کردم و به نظرم این چیزای موارد سیاسی هستش که من هیچ تخصصی ندارم و دوستم ندارم توی سیاست دخالت بکنم. که این مصاحبه باعث شد حواشی زیادی برای ابی ایجاد بشه و خیلی ها بهش اعتراض کرده بودن که چرا یه جاهایی کنش‌های سیاسی داری و ولی اینجا که بحث نام ایران هستش تو ارجحیتت پول و کنسرت هستش تا اینکه نام ایران رو به گوش همه برسونی. ابی رابطه نزدیکی هم با شادمهر عقیلی داره و توی این سالها فعالیت‌های زیادی رو با هم انجام دادن که میتونیم از جمله اونها آهنگ نوازش، آهنگ رویای ما و آهنگ یه دختر رو بدونیم. ابی راجب خواننده شدنش هم یه بار یه مصاحبه ای انجام داد و گفتش که من هیچ وقت برای یادگیری خوانندگی به کلاس یا پیش استادی نرفتم. به نظرم نیازی هم نداشتم برای این کار. یه سری حسا هست مثل نقاشی، مثل ترانه سرودن، مثل شعر گفتن که حسش از ابتدای زندگی با انسان هست و نیاز به آموختنش وجود نداره. حالا به نظر من شاید آدم برای تقویت خودش و حسش نیاز داشته باشه که یه معلم یا یه استاد کمکش بکنه، ولی خب برای من این چیزا نیاز نبود و حسم به اندازه کافی قوی بود. خب رفقا ممنون که این ویدیو رو با ما همراه بودید. امیدوارم که از اون لذت برده باشید. حتما اگه با آهنگ‌های ابی خاطره دارید برای ما ترک مورد علاقتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید با کدوم آهنگش بیشتر خاطره دارید. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه‌ام یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.